عبدالرحمن سیف آزاد، مدیر روزنامه ایران باستان، کاروانسراداری که ناشر یکی از معروف‌ترین روزنامه‌های ایران شد. در سال‌های آخر جنگ جهانی اول 1914 تا 1918 شیخ عبدالرحمن در شهر شاهرود یک دکان داشت که در آن لباس سواران نصرت و سلاح‌هایی مثل مزر یا تپانچه، قرابینه یا کارابین یا تفنگ لوله کوتاه و قمه و قداره می‌فروخت. در آن زمان که حکومت مرکزی ایران نفوذ چندانی بر ایالات و ولایات کشور نداشت، خرید و فروش اسلحه آزاد بود و شیخ عبدالرحمن هر چند گاه یک بار به تهران می‌رفت و مقداری لباس و اسلحه می‌خرید و برای فروش به شهر کوچک شاهرود که در آن زمان بیش از 10,000 نفر جمعیت نداشت می‌آورد. او علاوه بر این دکان یک کاروانسرا هم در خارج شهر و در کنار جاده تهران مشهد اجاره کرده بود که زوار حضرت امام رضا علیه السلام در سفر رفت و برگشت خود در آنجا اقامت می‌کردند. پشت این کاروانسرا یک انبار بزرگ کاه و یونجه برای چارپایان قافله‌ها ساخته بودند. او جوان فعالی بود و با این کارها زندگانی راحتی را می‌گذراند. علت آن که به او شیخ می‌گفتند آن بود که از 12 سالگی تا 20 سالگیش را در عراق سر برده بود. در آن زمان عراق از متصرفات امپراتوری عثمانی بود و عبدالرحمن در آن سالها علاوه بر تحصیل مقدماتی زبانهای عربی و ترکی را هم به خوبی فرا گرفته بود. دولت ایران از همان آغاز جنگ جهانی اول اعلام بیطرفی کرد، اما چون ارتشی نداشت که از بیطرفی خود دفاع کند، صحنه رقابت و جنگ بین دو طرف متخاصم شده. شمال ایران در اشغال روسهای تزاری بود. جنوب کشور را هم انگلیسی‌ها تصرف کرده بودند. قوای عثمانی هم کرمانشاه، همدان و نواحی اطراف را گرفته بود. شاهرود ظاهراً دور از صحنه نبرد بود، ولی گاه گاه آرامش این شهر را فراریان آلمانی و اتریشی از یک سو و قزاق‌های روسی که در تعقیب آنها بودند از سوی دیگر برهم می‌زدند. روس‌ها در ترکستان اردوگاه‌هایی درست کرده بودند که عده‌ای از اسیران آلمانی و اتریشی را در آنجا نگهداری می‌کردند. در آن زمان امپراتوری اتریش هنگری یا مجارستان کشور واحدی بود که دوش به دوش امپراتوری آلمان و عثمانی با روسیه تزاری و انگلستان و فرانسه می جنگید. گاهی که چند تن از این اسیران موفق به فرار می شدند، پس از عبور از راه‌های سخت، رودخانه‌ها، کوهستان‌ها و مناطق خطرناک سرحدی خود را به شاهرود می رساندند. مردم مهمان نواز شاهرود و روستایان خوشقلب آن منطقه که می دانستند اگر اسیران فراری به چنگ قزاقان روسی بیفتند اعدام شدنشان حتمی است، با قبول خطر به آنان پناه می دادند تا پس از کمی استراحت و تهیه آذوقه عازم تهران شدند. در این اقدام خطرناک امیر اعظم سردار بجنودی هم به کمک فراریان می شتافت و سواران او آنها را از طریق کوهستان‌های دامغان و تمنان تا تهران همراهی می کرد. در آنجا فراریان به کمک کارکنان سفارت اتریش‌هنگری از راه کرمانشاه به عثمانی و سپس آلمان یا اتریش می رفتند. این کارها در اختفای کامل و با پنهانکاری انجام می گرفت و با آنکه بیشتر اهالی شاهرود از جریان اطلاع داشتند، به خاطر دشمنی با قوای اشغالگر با همه امتیازهایی که ممکن بود این همکاری برای آنها داشته باشد، کوچکترین اقدامی علیه فراریان انجام نمی دادند. اما گاهی آرامش شهر شاهرود به هم می خورد و آن زمانی بود که سالدادهای روسی در تعقیب فراریان آلمانی و اتریشی وارد شاهرود می شدند و به جستجوی کوی و برزن می پرداختند. در این هنگام بود که شیخ عبدالرحمن، آن دکاندار و کاروانسرادار ظاهراً ساده و آرام، وارد صحنه می شد و از فراریان بدون هیچ چشم داشتی
تا هنگام رفع خطر در پشت انبار کاه و یونجه خود نگهداری می‌کرد. این هم از خصوصیات ایرانی هاست که جان خود را به خطر می‌اندازند تا بیگانه ای را نجات بدهند. یک بار یک گروه از افسران و سربازان آلمانی که در ترکستان روس اسیر بودند موفق شدند دست جمعی فرار کنند. آنها با مشکلات فراوان خود را به شاهرود رساندند. 7 نفر از کسانی که از این راه طولانی به سلامت به مقصد رسیده بودند افسران عالی رتبه آلمانی بودند. به مجرد رسیدن به شاهرود سواران سردار آنها را از بیراهه به انبار کاخ و یونجه شیخ عبدالرحمن رساندند تا پس از کمی استراحت راهی تهران شدند. از بخت بعد در همین زمان سر و کله چند افسر و سرباز اتریشی که مانند گروه قبل از اسارتگاه روسیه فرار کرده بودند ظاهر شد. اینها به تصور آن که با رسیدن به کشور بی‌طرف و مستقل ایران از منطقه خطر دور شدند در کوچه و بازارهای شاهرود به گردش و تماشا پرداختند. ولی در همین زمان پیش قراولان امیرعظم خبر آوردند که 250 سالدات روسی در تعقیب این دو گروه فراری به سوی شاهرود در حرکت هستند. در میان اتریشی‌ها یک دکتر عالی مقام هم بود، ولی در همین هنگام امیرعظم در اثر تیراندازی چند تن از سواران خودی کشته شده بود و اکنون برادرانش که قدرت و نفوذ سردار را نداشتند می‌خواستند برای نجات این دو گروه دست به کار شوند. شیخ عبدالرحمن خیلی زود فهمید که کوچکترین بی‌احتیاطی نه فقط باعث کشته شدن مهمانان آلمانی اتریشی آنها خواهد شد، بلکه روزهای تزاری به تلافی کمک مردم به دشمنان آنها عده‌ای از مردم شهر را هم کشتار خواهند کرد. پس تصمیم گرفت با اقدامی سریع اسیران را قبل از رسیدن سالدات‌ها از منطقه خطر دور کند. اول از همه اسیران را که در اثر سفر طولانی خسته و مانده و گرسنه و مجروح بودند در پشت انبوه کاه و یونجه انبار جا داد و بعد تصمیم گرفت شکل و قیافه آنها را عوض کند. بیشتر افسران آلمانی در جریان جنگ جهانی اول دارای سبیل‌های پرپشتی بودند که دو نوک آن را به تقلید از امپراتور ویلهلم دوم به سمت بالا تاب داده بودند. طی دوران اسارت ریششان هم بلند شده بود. اما باز از بخت بعد ریش و سبیل‌ها همه بور و طلایی بود و از فاصله دور فریاد می‌زد که صاحبانش ایرانی نیستند. عبدالرحمن بلافاصله دنبال سلمانی آشنای خود فرستاد تا موی سر و صورت همه را بزند. اما افسران یک دنده آلمانی حتی در آن لحظات خطرناک حاضر نمی‌شدند از سبیل‌های مردانه خود دل بکنند. ناچار شیخ عبدالرحمن تصمیم گرفت فقط ریش آنها را بزند. ولی در آن صورت سبیل‌های آلمانی که شکل مخصوصی داشت بیشتر جلوه می‌کرد. اما شیخ عبدالرحمن بی خودی شیخ عبدالرحمن نشده بود. دستور داد بلافاصله مقدار زیادی رنگ و حنا آماده کردند. افسران آلمانی و اتریشی که در آغاز از شکل و حالت رنگ و حنا ناراحت شده بودند باز هم خواستند امتناع کنند، ولی میزبان آنها خیلی صریح نقشه خود را شرح داد. او گفت اینجا فقط مسئله مرگ و زندگی شما مطرح نیست. جان مردم شاهرود و روستاییان خوشقلب منطقه هم که سالهاست به هموطنان شما کمک می کنند در خطر است. آنگاه لباسهای سربازان نصرت و هر چه تفنگ و تپانچه و شمشیر و خنجر که از دکان خدا آورده بود به آنها نشان داد و گفت تا چند ساعت یا چند دقیقه دیگر سالدات‌های روسی وارد شهر می شوند. آنها اول به جستجوی شهر می پردازند، بعد به کاروانسراها و انبارهای خارج شهر می رسند. شما باید با این رنگ و حنا قیافه خودتان را عوض کنید، لباس سواران نصرت را بپوشید و مجهز به این سلاح‌ها سوار بر اسبهایی که برادران امیرعظم برای شما فراهم کرده اند بشوید و در وسط آنها به عنوان سواران سردار بجنودی از شهر خارج شوید. من هم با شما می آیم. اگر آنها متوجه حیله ما نشدند و به سلامت رفتیم چه بهتر. در غیر این صورت چاره‌ای نداریم جز این که با قزاق‌ها بجنگیم که در آن صورت نتیجه با خدا.
با این سخنان افسران یک دنده آلمانی رام شدند و شیخ عبدالرحمن همراه با سلمانی و یکی دو تن از سواران سردار شروع به مالیدن رنگ و حنا به سر و صورت افسران و سربازان آلمانی اتریشی کردند. شکل و قیافه افسران و سربازان آلمانی و اتریشی در آرایش و لباس جدید به قدری مضحک شده بود که حتی در لحظات حساس که جان همه در معرض خطر مرگ بود نتوانستند از خنده خودداری کنند. پس از چند ساعت با تاریک شدن هوا همگی در وسط سواران محلی که با راه‌های کوهستانی به خوبی آشنا بودند به سوی سمنان و دامغان تاختند. هنوز ساعتی از حرکت گروه نگذشته بود که 250 افسر و سرباز روسی به انبار رسیدند، ولی جز اشیاء زائد بازمانده از آلمانی ها و ایرانی ها چیزی نیافتند. با سرعت به تعقیب اسیران فراری پرداختند، اما چون سواران سردار با کوره راه های ناحیه آشنا بودند رسیدن به آنها کار آسانی نبود. شیخ عبدالرحمن تصمیم داشت وقتی افسران و سربازان آلمانی و اتریشی به دامغان یا سمنان رسیدند آنها را به راهنماهایی که به همین منظور از تهران آمده بودند تحویل بدهد و خود به شاهرود برگردد. ولی وقتی خبر رسید که روزها مخفیگاه او را در پشت انبار کاه و یونجی کاروانسرا کشف کردند، بازگشت به شاهرود را مصلحت ندانست و دنبال سرنوشت همراه با اسیران به سوی تهران حرکت کرد. طی راه فراریان چند بار با پیشقراوران روسی روبرو شدند و جنگ در گرفت. افسران جنگیده و شجاع آلمانی و اتریشی که طی چند سال جنگ بارها مرگ را به بازی گرفته بودند خوب می‌جنگیدند. آنها از شجاعت سواران خراسانی چیزهایی شنیده بودند، ولی حتی در عالم خیال هم نمی‌توانستند در ذهن خود مجسم کنند که این شیخ کوتاه قد و ریزندام چنان سوارکار ماهری باشد که از کوه و کمر با این مهارت اسب بتازد و با دیدن قزاقان خشن روسی به جای آن که فرار کند یا پنهان شود دلیرانه به پیشواز مرگ برود و ماهرانه از پشت زین تیراندازی کند. در آن چند روز که گروه به سوی تهران در حرکت بود چنان صمیمیتی بین افسران آلمانی و اتریشی و شیخ عبدالرحمن که در شجاعت سوارکاری و تیراندازی چیزی از افسران جنگیده آلمانی و اتریشی کم نداشت به وجود آمد که وقتی همگی صحیح و سالم به خانه و باغ بزرگ کلونل هلر اتاشه میلتر وابسته نظامی اتریش در خیابان ارباب جمشید تهران رسیدند، مصرانه از او خواستند که همراه آنها به آلمان برود. شیخ در 30 سالگی هنوز زن و فرزند نداشت. می‌دانست که در شاهرود خانه و زندگی او را قزاق‌ها چپاول کردند. خود او هم اگر برگردد فقط مرگ انتظارش را می‌کشد. پس همراه با گروه افسران آلمانی و اتریشی، آن هم در حالی که نامه مفصلی که وابسته نظامی اتریش درباره شجاعت‌ها و فداکاری‌ها و جانبازی‌های او خطاب به رئیس کل ستاد نیروهای مشترک آلمان اتریش عثمانی نوشته بود در جیب داشت، عازم استانبول شد. در استانبول عثمانی‌ها و آلمانی‌ها و اتریشی‌ها از شیخ عبدالرحمن مانند یک قهرمان استقبال کردند. او فقط از روی خصلت مهمان نوازی با به خطر انداختن جان خود و با از دست دادن خانه زندگی و کارش باعث نجات جان عده‌ای از افسران عالی رتبه و یک پزشک عالی مقام و چند سرباز آلمانی اتریشی و مجار شده بود. به این سبب طی مراسم مفصلی که به همین مناسبت در استانبول برپا شده بود، فیلد مارشال فالکنهاین فرمانده کل نیروهای متحد آلمان اتریش عثمانی نشان درجه 2 صلیب آهن را به شیخ عبدالرحمن عطا کرد و جنرال کرشمن فرمانده کل سپاه آلمان و عثمانی در ناحیه مرزی ایران عثمانی دو نشان دیگر، یکی نشان شجاعت با نوار سیاه و سفید و دیگری نشان لیاقت به او عطا کرد و به طور رسمی از او دعوت شد که به آلمان سفر کند. شیخ عبدالرحمن که دیگر در ایران چیزی برایش باقی نمانده بود بعد از خاتمه این مراسم از استانبول
راهی برلن شد. استقبالی که آلمانی ها در برلن از عبدالرحمن کردند پرشورتر از استقبال آلمانی ها و اتریشی های مقیم استانبول بود. مطبوعات او را به چهره روز تبدیل کردند. در واقع هم چهره روز بود، جوانی که با به خطر انداختن جان خود و از دست دادن هستی خیش عده‌ای از افسران و سربازان آلمانی و اتریشی را از اسارت و مرگ حتمی نجات دهد، قهرمان است. در آن روزهای آخر جنگ جهانی اول که آلمان شکست را در چند قدمی خود می‌دید، به چنین تبلیغاتی برای بالا بردن روحیه مردم و سربازان احتیاج داشت. از اوایل جنگ جهانی اول دولت آلمان برای آنکه ایرانی‌ها بتوانند در مقابل دشمن‌های سنتی خود یعنی روس و انگلیس که قسمت‌هایی از ایران را اشغال کرده بودند مبارزه کنند، وسایل و امکاناتی را در اختیار گروهی از آنها قرار داده بودند. طبق همین برنامه تغییرزاده که در آمریکا زندگی می‌کرد به برلن دعوت شد تا عده‌ای از جوانان را جمع کند و با انتشار روزنامه و مجله با اشغالگران روس و انگلیس در ایران مبارزه کند، به طوری که بعدها تغییرزاده در یادداشت‌های خود نوشت انتشار روزنامه کاوه که در آغاز یک نشریه سیاسی بود و بعدها ادبی شد با سرمایه آلمانی ها منتشر شد. تغییرزاده عده‌ای از جوانان روشنفکر ایرانی مانند محمد علی جمالزاده نویسنده معروف، علامه محمد قزوینی محقق بزرگ، ابراهیم پور داوود محقق و ایرانشناس نامی، کاظم‌زاده ایرانشهر نویسنده و مدیر روزنامه ایرانشهر و گروهی از جوانان روشنفکر و وطن دوست را جمع کرد. ضمناً کتابخانه‌ای هم تأسیس کردند و به انتشار روزنامه و مجله و کتاب پرداختند. از نظر جلب مردان سیاسی هم آلمان بیکار ننشست. جریان مهاجرت آیت الله مدرس با تشویق و کمک‌های مالی آلمان صورت گرفت. در حالی که در تهران دولتی رسمی بر سر کار بود، اجباراً با قوای اشغالگر روس و انگلیس همکاری می‌کرد. آیت الله مدرس عده‌ای از ایرانیانی را که مخالف متفقین آن زمان بودند دور خود جمع کرد و یک دولت در تبعید تشکیل داد. اعضای این دولت و طرفداران آنها عده‌ای از رجال و روزنامه‌نویسان خوشنام بودند که شرح آن در کتاب‌های تاریخ معاصر ایران به طور مفصل آمده. ریاست این دولت با نظام السلطنه مافی بود و سید حسن مدرس روحانی بزرگ آن زمان تصدی وزارت عدلیه همان دادگستری را تقبل کرده. پس از پایان جنگ اول عده‌ای از وکلا و روزنامه نگاران مدرس و یاران او را متهم کردند که از آلمانی ها پول گرفتند. مدرس با شجاعتی که فقط از سیاستمداران دلیر و پاکدامن برمی آید طی نطقی که در مجلس ششم ایراد کرد موضوع را برای همیشه روشن کرد. خلاصه ای از بیانات او را از صورت جلسات مجلس در اینجا می آورد. در قضیه مهاجرت یک عده عقیده داشتند به صرفه و صلاح مملکت است. مشتی دیگر معتقد بودند به ضرر مملکت. مسائل سیاسی نظری و نسبی است و هر کس یک جور عقیده دارد. در هر صورت سیاسیون مملکت دو دسته شدند. من از آن دسته بودم که عقیده داشتیم مهاجرت به خیر و صلاح مملکت هستند. به مهاجرت رفت. پول هم از آلمان ها گرفتیم و خرج کردیم. در این موقع یکی از وکلا فریاد کشید خیانت کردیم. ولی مدرس با شجاعت خاص خود گفت خیانت نکردیم. برای انجام هدف پول لازم داشتیم و خرج هم کردیم. این را مردی می گفت که در یک اتاق محقر زندگی می کرد. گلیم پاره در زیر پایش بود و تمام وسایل اتاق او را که درش به روی همه مردم باز بود یک منقل شکسته، یک خوری و چند استکان تشکیل. در چنین حال و هوایی شیخ عبدالرحمن به برلن رسید. اما بعد نسبت به سابق عوض شده بود و آلمانی ها که شکست خورده بودند دیگر نمی توانستند چنین خرج هایی بکنند و دیگران که شیخ عبدالرحمن اهل سیاست نبود. عبدالرحمن به طوری که در خاطرات خود می نویسد در آغاز تصمیم گرفت در رشته دندان پزشکی درس بخواند. احتمالاً
نبودن یک دندانپزشک حاضر در شاهرود او را که می شود تصور کرد در کودکی و نوجوانی از درد دندان رنج زیادی کشیده بود به این فکر انداخت که پس از تحصیل در این رشته به زادگاه خود برود. اما در این باره دو مشکل وجود داشت. نخست آنکه در سال 1918 که او به برلن رفته بود 36 سال از عمرش می گذشت و چنین سن و سالی برای شروع تحصیل در رشته مانند دندان پزشکی دیرد. از آن گذشته او تحصیلات کلاسیک نداشت. پس خیلی زود از این تصمیم منصرف شد و پس از مدتی کار در روزنامه ها و چاپخانه ها با کمکی که آلمانی ها به او کردند خودش چاپخانه کوچکی به نام شرقی تأسیس کرد. پس از پایان جنگ و شکست آلمان قسمت تبلیغات جنگ امپراتوری آلمان دیگر به کسانی که مورد حمایت بودند و یا گروه های سیاسی خارجی کمک مالی نمی کرد، ولی وزارت خارجه جمهوری وایمار برای حفظ پرستیژ آلمان و ادامه منافع مشترک آلمان با کشورهای دوست بودجه مختصری برای این نوع کمک ها داشت که به مصرف می رسند. عبدالرحمن که رونق کار مطبوعات را در آلمان پس از جنگ دید و مشاهده کرد، مطبوعات آن کشور که تحت دیکتاتوری حکومت امپراتوری آلمان حق نوشتن نداشتند، اکنون با استفاده از محیط آزاد توانستند خوانندگان را به سوی خود جلب کنند، تصمیم گرفت او هم وارد کار مطبوعات شد. اما شیخ عبدالرحمن حساب کرد قبل از آن که اقدام به انتشار روزنامه و مجله بکند، باید دارای هویت مشخصی باشد. در آغاز اسم او عبدالرحمن بود. او در سنین کودکی برای تحصیل به عراق رفت و وقتی پس از 8 سال به شاهرود برگشت، شیخ عبدالرحمن شد و تا وقتی که وارد برلن شد به همین نام مشهور بود. ولی در آنجا تصمیم گرفت مانند همه فرنگی ها برای خودش نام خانوادگی تعیین کند. او با توجه به دورانی که در شاهرود مغازه اسلحه فروشی داشت و با مشاهده آزادی مطبوعات در آلمان، بهترین نام خانوادگی را برای خود سیف آزاد تشخیص داد و همین را انتخاب کرد و شد شمشیر آزاد. نخستین مجله‌ای که سیف آزاد در آلمان منتشر کرد مجله صنایع آلمان و شرق نام داشت و به زبانهای فارسی، عربی، ترکی و آلمانی منتشر می شد. انتشار چنین مجله‌ای نشان می دهد که مغز اقتصادی سیف آزاد خوب کار می کرد، چون امکان گرفتن آگهی از کارخانه های آلمانی که تازه به کار پرداخته بودند زیاد بود. سیف آزاد بجز این مجله طی بیش از 12 سالی که در آلمان اقامت داشت روزنامه ها و مجله های دیگری هم منتشر کرد، مانند آزادی شرق، هفته‌نامه خبری و سیاسی، ایران نو، فصلنامه مصور، راهنمای بانوان، مجله ویژه بانوان به زبانهای فارسی، فرانسوی، انگلیسی و آلمانی، صنایع ایران و آلمان به زبانهای فارسی و آلمانی. سیف آزاد در آلمان علاوه بر انتشار مجله و روزنامه اقدام به انتشار کتاب هم کرد. برای نمونه میتوان از چاپ دیوان عارف یاد کرد که در سال 1303-1924 میلادی با کمک دکتر رضازاده شفق 1000 نسخه منتشر کرد و 700 نسخه را برای فروش به ایران فرستاد. سیف آزاد سرانجام پس از چندین سال اقامت در آلمان یاد وطن کرد. او پس از کار در چاپخانه ها و مطبوعات آلمان و اندوختن تجربه و جلب همکاری مؤسسات خبری و تهیه عکس و گراور در آلمان به ایران بازگشت، ولی به جای رفتن به شاهرود در تهران ماند تا در آنجا به کار روزنامه نگاری بپردازد. سیف آزاد در تهران در سال 1310 با توجه به تبلیغاتی که درباره ایران نوین و پیشرفت‌هایی که در کشور صورت می‌گرفت می‌شد، تقاضای امتیاز روزنامه‌ای به نام ایران نو کرد. اما خیلی زود به این نتیجه رسید که ایران نوین هر قدر پیشرفت کرده باشد و هر اندازه در راه ترقی گام برداشته باشد، به شکوه و عظمت ایران باستان نمی رسد. پس تقاضای خود را عوض کرد و اسم روزنامه ای را که می خواست منتشر کند ایران باستان گذاشت و روش آن را تاریخی، اخلاقی، ادبی، اقتصادی، سیاسی،
فکاهی و مصور تعیین کرد. احتمالاً در آن هنگام چیز دیگری به فکرش نرسید، وگرنه آن را هم اضافه می‌کرد. پس از رفت و آمدها و دید و بازدیدها و تلاش‌ها در تاریخ 31 شهریور ماه 1311 خورشیدی، امتیاز روزنامه ایران باستان از سوی شورای عالی معارف به نام آقای میرزا رحمان خان سیف آزاد صادر شد. متن تصویب نامه چنین بود: در 221 جلسه شورای عالی معارف، صلاحیت آقای میرزا رحمان خان سیف آزاد برای اخذ امتیاز جریده موسوم به ایران باستان که در تهران منتشر نماید تصدیق شد. دارالانشای شورای عالی معارف. در انجام 5 ماه بعد از آن که امتیاز روزنامه ایران باستان به تصدیق شورای عالی معارف رسید، روز شنبه اول بهمن ماه 1311، نخستین شماره این روزنامه که از هر جهت با روزنامه‌هایی که در آن زمان در ایران منتشر می‌شد تفاوت داشت، با هدف شناساندن ایران امروز به خارجه و ایرانیانی که در خارج زندگی می‌کنند، خصوصاً پارسیان مقیم هندوستان، منتشر شد. سیف آزاد طی چند سالی که در آلمان زندگی می‌کرد با مطبوعات غربی آشنا شد. ضمناً چون برای یک جوان شاهرودی که همیشه وطنش را در اشغال قوای خارجی می‌دید، وطن پرستی آلمانی‌ها الگوی مناسبی محسوب می‌شد، در این زمینه هم از آنها پیروی کرد. سیف آزاد در بالای صفحه اول روزنامه تصویر بزرگی از فروهر چاپ کرده بود و در داخل سرکلیشه شعارهای جاودانی پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک را داده بود، نوشته بودند. اولین اثر این سرکلیشه و شعارها آن بود که چندی بعد رسما اعلام کرد که مسلمان و شیعه است. در صفحه اول و زیر سرکلیشه تصویر بزرگی از رضا شاه چاپ شده بود. این تصویر تمام صفحه اول روزنامه را اشغال کرده بود و به آن حالت پوسترهای امروزی را می‌داد. کاغذ روزنامه از جنس اعلا بود. سیف آزاد همیشه برای کتاب‌ها و روزنامه‌هایش از بهترین کاغذ‌ها استفاده می‌کرد. صفحات داخلی هم پر از عکس‌هایی از پیشرفت‌های ایران و تصاویری از زندگی در آلمان آن روز. مطالب روزنامه بیشتر تاریخی و وطنی بود. در زمانی که روزنامه‌ها یا عکس چاپ نمی کردند و یا عکس های چاپ شده چنان محو و تاریک بود که تشخیص آنها دشوار بود، انتشار ایران باستان با آن همه عکس و تصویر نوعی نوآوری در کار مطبوعات محسوب می شد. شماره اول ایران باستان در 3000 نسخه منتشر شد. در آن زمان بجز یکی دو روزنامه با سابقه مانند اطلاعات و ایران که به زحمت تیراژشان را به 3 تا 4 هزار نسخه رسانده بودند، 3000 نسخه برای یک روزنامه تازه رقم بزرگی بود. ولی سیف آزاد در همان شماره اول این لذت بزرگ عالم روزنامه نگاری را چشید که تمام نسخه های روزنامه در همان روز اول به فروش رسید، به طوری که ناچار شد چاپ دوم را در 5000 نسخه منتشر کند. تیراژ 8000 در آن زمان یک رکورد در عالم روزنامه‌نگاری ایران محسوب می‌شد. سال 1312 مصادف با سال 1933 میلادی و روی کار آمدن هیتلر در آلمان بود. سیف آزاد از این تحول به بهترین وجه استفاده کرد. ایرانی‌ها به علت انزجار از همسایه‌های خود به آلمان علاقه داشتند. او در هر شماره روزنامه ایران باستان که اکنون در 12 صفحه بزرگ و در 10000 نسخه منتشر می‌شد، تصاویری از تظاهرات جوانان هیتلری با لباس‌های متحد شکل، رژه ارتش آلمان با صفوف منظم و پرچم‌های صلیب شکسته، پرواز هواپیماها به حالت آکروباتی و آب انداختن زیردریایی‌ها و عکس‌های هیتلر در حالات مختلف چاپ می‌کرد و البته در کنار آنها در هر شماره عکس‌هایی هم از رضا شاه در حال افتتاح کارخانه‌ها، پل‌ها، جاده‌ها و بندرها در ایران چاپ می‌شد. این شاهرودی زیرک فهمیده بود چه کند که هم مردم راضی شود و هم شاه را خوشحال کند.
و البته هم آلمان را که در خرج کردن گشاده دست بودند. بعد از روی کار آمدن هیتلر و حزب ناسیونال سوسیالیست در آلمان، کلیشه های ایران باستان به طور مستقیم از آلمان می رسید. به این علت عکس های او واضح‌تر و روشن‌تر از همه روزنامه های دیگر ایران بود. مدت چند سال، یعنی تا سال 1316، سیف آزاد در ایران روزنامه منتشر کرد که خریداران بیشتر جوانان، دانش آموزان و افسران جوان و دوستداران آلمان، یعنی دشمنان روس و انگلیس بودند. اما ناگهان سیف آزاد چاپ روزنامه‌اش را در اوج موفقیت رها کرد و عازم هندوستان شد. او طی این سالها چند بار به آلمان سفر کرده بود، ولی روزنامه همچنان در ایران منتشر می‌شد. اما این بار چاپ روزنامه را متوقف کرد و در هندوستان اقدام به تأسیس چاپخانه و انتشار کتاب نمود. این کار سیف آزاد در نظر دوستان و آشنایانش عجیب بود. آنها کار روزنامه‌نگاری در ایران را مهمتر از تأسیس چاپخانه در هندوستان می‌دانستند. اما ظاهراً فعالیت‌های او که دوستانش از آن اطلاع نداشتند به منظور دیگری بود که از نظر ماموران امنیتی انگلیس مخفی نماند. زیرا درست در آغاز جنگ جهانی دوم و حمله آلمان به لهستان که سیف آزاد چاپخانه‌اش را فروخته بود تا فعالیت دیگری را آغاز کند یا به محل دیگری سفر کند، سر و کله ماموران امنیتی انگلیس ظاهر شد و او را گرفتند و یک راست به زندان معروف به فاتیک جیل واقع در 120 کیلومتری بمبئی بردند و او را از آن روز تا پایان جنگ جهانی دوم به مدت 7 سال در بند نگه داشت. و در سال 1946، یعنی پایان جنگ و اوج مبارزات ملت هند برای استقلال، از زندان بیرون کشیدند و از هند بیرون انداختند. به گفته خودش، دارایی، سلامتی، آخرین سالهای جوانیم را گرفتند و اخراجم کردند. وقتی سیف آزاد در سال 1326 به ایران بازگشت، مردی 65 ساله بیمار و بیپول بود، با قامتی خمیده که او را از آنچه که بود کوتاه‌تر نشان می‌داد. اما با وجود این هنوز بقایای شور و شوق جوانی در او باقی بود. پس تصمیم گرفت بار دیگر روزنامه ایران باستان خودش را منتشر کند. او در سال 1326 تقاضای تجدید امتیاز ایران باستان را کرد که بلافاصله تصدیق شد و با هزار امید و آرزو روزنامه را به همان شکل و صورت نخستین، چاپ خوب، کاغذ خوب، عکس‌های بزرگ و زیاد منتشر کرد. اما ایران سال 1326 با ایران سال 1312 فرق کرد. آنچه که در آن سال برای مردم ما تازگی داشت دیگر کهنه شده بود. هیتلر هم که روزگاری حرفهایش و کارهایش توجه مردم را جلب می‌کرد، به عنوان یک دیکتاتور خونخوار و یا به قول چارلی چاپلین یک دلقک بزرگ به تاریخ پیوسته بود. شاید اگر سیف آزاد بعد از شهریور 20 در ایران مانده بود و در آن روزهای محبوبیت هیتلر و آلمان روزنامه‌اش را به حمایت از آنها منتشر می‌کرد، کارش می‌گرفت. ولی سیف آزاد و ایران باستان 10 سال از زمانش عقب مانده. این بار هم شماره اول ایران باستان خوب به فروش رسید. نسلی که دوران شکوفایی روزنامه ایران باستان را به یاد داشت با امید فراوان روزنامه را خرید. اما وقتی آن را ورق زد و عنوان مقالات و شرح تصاویرش را خواند، یکه خورد. کاغذ روزنامه مانند سابق خوب بود، عکس زیاد داشت و چاپش هم خوب بود، اما مطالبش برای آن زمان که خواننده ها دوران شکوفایی مطبوعات بعد از شهریور را از یاد نبرده بودند سطحی بود. عکس هایی از پل ها، مثلا پل ورسک، کارخانه ها مثل کارخانه قند میاندوآب و بناهای تاریخی که تا آن موقع صدها بار چاپ شده بود و تصاویری از خرابه های آلمان و سازندگی بعد از جنگ و حملاتی به انگلیسی ها که او را 7 سال زندانی کرده بودند و اشعاری از شاهنامه، مقالاتی درباره دوران باستان و غیره، روزنامه را به آخر می‌رسید.
مردم ایران در سال 1327 خیلی آگاه‌تر و هوشمندتر از نسل سال‌های 1312 تا 1316 بودند. حزب توده هیچ کار نکرده بود، سطح فکر جوانان را بالا برده بود. طیف آزاد که مانند دوره اول انتشار ایران باستان خود را برای چاپ دوم روزنامه آماده کرده بود، وقتی مواجه با مقدار نسبتاً زیادی برگشتی شد جا خورد. فروش شماره دوم از شماره اول هم کمتر بود. عده زیادی که به خاطر دوره گذشته این روزنامه یا از روی کنجکاوی شماره اول ایران باستان را خریده بودند، از کنار شماره دوم بی‌اعتنا گذشتند. سال 1327 سال وقایع مهمی در کشور بود. سال نخست وزیری عبدالحسین هجیر بود، نخست وزیری که با وجود تیزهوشی و آشنایی با تاریخ و ادب، به علت آنکه عامل دربار و انگلستان شناخته شده بود، در میان مردم محبوبیتی نداشت و سرانجام هم در اثر مبارزه شدید نمایندگان اقلیت در مجلس و مردم در دانشگاه و بازار پس از مدتی تلاش سرانجام ناچار به کنارگیری شد. سال 1327 سال ترور شاه بود، سال غیرقانونی شناخته شدن حزب توده بود و سال شروع فعالیت مخفی و زیرزمینی حزب توده. برای چنین حال و هوایی روزنامه ایران باستان روزنامه روز نبود. از آن سو سیف آزاد پیرتر، ناتوانتر و شکسته تر از آن بود که از صفر شروع کند. بعد از چند شماره تحمل ضرر، مدتی روزنامه را به طور نامرتب منتشر کرد و بعد متوجه چاپ کتاب شد. اول دیوان عارف قزوینی را که 24 سال قبل چاپ اول آن را در برلن منتشر کرده بود، به صورت جزوه‌های هفتگی منتشر کرد. بعد به فکر افتاد کتاب‌های دیگری منتشر کند، کتاب‌هایی که بتواند به صورت همت عالی، یعنی به قیمتی بیشتر از هزینه‌ای که کرده، به آدم‌های نیکوکار به فروش برساند. کتاب خلفای فاطمی مصر و کتاب کشاورزی و صنعت آلمان و آمریکا را بعد از دیوان عارف منتشر کرد. کتاب‌های سیف آزاد دارای همان خصوصیات روزنامه‌اش بود: کاغذ اعلی، چاپ خوب و عکس زیاد، ولی کم محتوا. در صفحه اول کتاب‌ها همیشه سر کلیشه ایران باستان را با تصویر بزرگ فروهر و شعارهای سگانه شت زرتشت چاپ می‌کرد. و هر 6 ماه یک بار برای آنکه امتیاز روزنامه لغو نشود، روزنامه ایران باستان را در قطع کتاب‌های وزیری، یعنی 24 در 16 سانتی‌متر منتشر می‌کرد. یک مینی روزنامه تمام عیار. در این سال‌ها او سفرهایی هم به آلمان، اتریش و هندوستان کرد، ولی در هیچ یک از این کشورها آنچنان که انتظار داشت از او استقبال نشد. اتریش پس از جنگ جهانی دوم کشوری کوچک و بی‌طرف بود با 84 هزار کیلومتر مربع مساحت و 7.5 میلیون نفر جمعیت، که هنوز نتوانسته بود خود را از زیر بار مشکلات جنگ رها سازد. این کشور با امپراتوری معظم اتریش، اتریش هنگری، قبل از جنگ جهانی اول که 51 میلیون نفر جمعیت و بیش از 676 هزار کیلومتر مربع مساحت داشت، قابل مقایسه نبود و نمیتوانست نسبت به یک خارجی که 50 سال قبل به چند افسر و سرباز آن کشور خدمت کرده بود، بذل و بخشش مهمی بکند. هندوستان، این کشور تازه به استقلال رسیده هم که دچار تجزیه و اختشاشات داخلی شده بود، امکان رسیدگی به وضع پیرمرد را نداشت. او در زندان بمبئی دوستانی از میان رهبران کنگره پیدا کرده بود، ولی آنها هم بعد از استقلال درگیر مسائل داخلی خود بودند. و اما آلمان، البته منظور آلمان غربی است، چون سیف آزاد با آن سابقه طرفداری از هیتلر و حزب ناسیونال سوسیالیست هیچ شانسی در آلمان شرقی نداشت. این آلمان که هم غربی بود و هم فدرال، گرچه دارای جمعیت زیاد، وسعت کافی و اقتصادی شکوفا بود، ولی اصلاً صلاح خود نمی‌دانست به کسی که مارک طرفداری از هیتلر بر پیشانی داشت و به همین اتهام مدت 7 سال در زندان انگلیسی‌ها به سر برده بود، کمک کند. در اینها گذشته آلمانی‌ها غربی بودند و غربی‌ها
برخلاف ما شرقی ها احساسات را در کارهای جدی دخالت نمی دهند. پیرمرد زمانی خدمتی کرده بود و به پاداش آن به او نشان شجاعت داده بودند، آن هم نه یکی بلکه دوتا، و عکسش را هم در روزنامه ها چاپ کرده بودند. مدتی هم که به او کار و کمی سرمایه داده بودند. پس حساب بی حساب. این ناکامی ها باعث شد سیف آزاد در 70 سالگی بیش از حد شکسته و خمیده قامت شده بود، خیلی بیشتر از دیگر 70 ساله ها. خودش می گفت زندان انگلیسی ها او را اینطور کرده است. بعد به کوتاه گیس بلند و عینک ذره‌بینی ته استکانیش او را در جمع روزنامه نویس ها از سایرین متمایز می ساخت. به تدریج که زمان می گذشت، هر بار که او را می دیدم مثل آن بود که از دفعه پیش کوتاه‌تر و کوچکتر شده، به طوری که چند سال بعد قد و قامت پسر بچه های 12-13 ساله را پیدا کرده. اما همیشه در اول صف مطبوعات می ایستاد و هنگام رفتن به جلسه مصاحبه یا تالار پذیرایی جلوتر از دیگران می رفت و جلوتر از همه بر می گشت. همکاران هم با همه رقابتی که با یکدیگر داشتند، حرمت سن و سال او را نگه می داشتند. حالا دیگر او 80 سالگی را هم پشت سر گذاشته بود و پیرترین روزنامه نویس کشور بود. اما نمی خواست موجودی بیکار و بی‌مصرف باشد. او در همان ایام، یعنی در 84 سالگی خود، در مقدمه یکی از کتاب‌هایش نوشت: نمی‌خواهم مهمل بمانم. از سال آینده ایران باستان را به طور مرتب منتشر خواهم کرد. اما فقط گاه گاه یک شماره منتشر می‌کرد و از وزیری یا صاحب سرمایه‌ای تعریف می‌کرد و صله‌ای می‌گرفت. اما در این کار هم روزنامه‌نویس‌های دیگر از او زرنگ‌تر بودند. به این سبب در آن سالها زندگی را به سختی می‌گذراند. تک و تنها در یک بالاخانه که از بس کوچک و محقر بود نمی‌شد اسمش را آپارتمان گذاشت، در خیابان وصال شیرازی زندگی می‌کرد. آنجا هم خانه‌اش بود، هم دفتر کارش، هم انبار کاغذ و هم انبار کتاب‌هایش. اما با امید تمام کار می‌کرد. البته گاهگاهی جرقه‌هایی زندگانیش را روشن می‌کرد. سفیر کبیر اتریش در ایران سیاستمداری بود به نام دکتر پیل روبینشتاین. مردی بود به گفته سیف آزاد بزرگوار و نمونه‌ای از مهربانی و حسن نیت. شرح زندگانی پیرمرد در او خیلی اثر گذاشته بود. به ویژه وقتی شنید پیرمرد از گم کردن نشانهایش بیش از سرمایه و خانه و چاپخانه‌ای که در هندوستان داشته و زمان جنگ از بین رفته رنج می‌برد، تصمیم گرفت در این باره اقدام کند. از دولت مطبوع خود خواست عین نشانی را که فرمانده سپاه اتریش‌هنگری در سال 1918 در اسلامبول به سیف آزاد داده بود برایش بفرستد. اما با سقوط آن امپراتوری نشانهایش هم با بسیاری چیزهای دیگر از بین رفته بود. اما سرانجام در اثر پیگیری دکتر روبنشتاین و با مراجعه به آرشیو اسناد و مدارک جمهوری اتریش نمونه از آن نشان را ساختند و به ایران فرستادند. در فرمان این نشان نوشته شده بود: کپیه نشان شجاعت که در 27 مارس 1918 به فرمان امپراتور اتریش‌هنگری به آقای شیخ عبدالرحمن سیف آزاد فرزند حاج عبدالحسین اهدا شده بود و مدارک آن در آرشیو دولتی موجود است، مجدداً از طرف دولت جمهوری اتریش به ایشان اهدا می شود. روزی که قرار بود کپیه فرمان و نشان شجاعت امپراتوری اتریش به سیف آزاد داده شود، سفیر ضیافتی ترتیب داد و جمعی از ایرانیان و اتریشی ها را دعوت کرد. نخست سفیر اتریش آقای دکتر پیل روبنشتاین شرح مفصلی از فداکاری های شیخ عبدالرحمن سیف آزاد و مهمان نوازی مردم شاهرود بیان داشت. او گفت: من از ایامی برای شما سخن میگویم که بیشتر مدعوین این مجلس هنوز در دنیا نبودند. این سفیر کبیر نیک‌نفس کوتاه مدتی پس از این مراسم به علت یک بیماری سخت یعنی سرطان به وین رفت، اما مداواها سودی نبخشید. او دیگر به ایران باز نگشت. بعد از سخنان آقای سفیر کبیر، خانم سفیر نشان شجاعت امپراتوری اتریش‌هنگری
مصری را به سینه سیف آزاد زد. آنگاه از او خواستن چند کلمه صحبت کنند. بوق راه گلوی پیرمرد را بسته بود. به جای آنکه از مبارزات جوانی خود سخن گوید، چند قطره اشک افشاند که گویاتر از هر نطقی بود. آن شب یکی از زیباترین شبهای عمر سیف آزاد بود. این قدردانی به زندگی سرد و خاموش او روشنی و گرما بخشید. او در 86 78 سالگی هنوز امید داشت روزنامه ایران باستان را منتشر کند. یک روز در هیئت مدیره انجمن مطبوعات جلسه داشتیم و درباره مشکلات پایان ناپذیر مطبوعات صحبت می‌کردیم. وقتی مذاکرات تمام شد، ابوالفضل مرعشی مدیر مجله اتحاد ملل که دبیر انجمن بود اجازه صحبت خواست و با صدایی گرفته و غمناک که نشان دهنده تأثیر شدیدش بود گفت: مطلبی بود که لازم دانستم به آگاهی همکاران گرامی برسانم. یکی از روزنامه نویسان قدیمی ما که سالها در این کشور قلم زده و در دوره‌ای از موفق‌ترین روزنامه نویسان ما بود، اکنون در 88 سالگی دچار چنان وضع اسفباری شده که اگر به یاری او نشتابیم، امکان دارد امشب تا فردا از سرما، از بی‌غذایی و از بی‌لباسی تلف شود. همه مشتاق شده بودند او را بشناسند. مرعشی چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت: کسی که از او صحبت می‌کنم سیف آزاد مدیر روزنامه ایران باستان است. من به علت آشنایی قدیمی گاهگاهی به وسیله تلفن با او تماس می‌گیرم. امروز که با او صحبت می‌کردم گفت که در خانه زندانی است. شب گذشته دزد به خانه او رفته و هر چه داشته برده، حتی لباس‌هایش را دزدیده و او ناچار خانه نشین شده، زیرا در این سرمای زمستان لباسی ندارد بپوشد، از خانه بیرون رود و به کسی مراجعه کند. البته او توقعی نداشت و حرفی نزد، ولی من وظیفه خود دانستم جریان را به اطلاع همکاران برسانم. سخنان مرعشی همه را تحت تأثیر قرار داد. شاید همگی آینده خود را در وجود این پیرمرد نحیف 80 و چند ساله می دیدند. هر کس پیشنهادی داد. یکی پیشنهاد کرد برای آنکه بتوانیم برای او پولی جمع کنیم، ترتیب یک نمایش یا کنسرت را بدهیم. هنرمندان در این قبیل موارد داوطلبانه و بدون چشم داشت با مطبوعاتی‌ها همکاری می‌کنند. دیگری گفت: به عنوان 90مین سال تولد او مراسمی ترتیب بدهیم و از صاحبان صنایع دعوت کنیم. آنها برای تبلیغ کالاهای خود هم که شده کمک خواهند کرد. دیگری گفت: این وظیفه وزارت اطلاعات و جهانگردی است که به مطبوعاتی‌ها کمک کند. به وزیر مراجعه کنید. 7-8 نفری که در جلسه هیئت مدیره شرکت داشتند هر یک پیشنهادی کرد، تا آنکه یکی که به یاد نمی‌آورم که بود گفت: به طوری که آقای مرعشی در گزارش خود گفتند، همکار ما در شرایطی است که امکان دارد همین امشب از سرما و گرسنگی تلف شود. برنامه دراز مدت به کار او نمی‌آید. تعارف بر او در بازی را کنار بگذاریم و همکنون از همین انجمن، از همین کسانی که حضور دارند پولی جمع کنیم و همین امشب برایش بفرستیم تا احتیاجات آنیش را رفع کند. بقیه کارها را میتوان سر فرصت انجام داد. حرف منطقی بود. دست ها داخل جیب شد. هر کس مبلغی روی میز گذاشت. من به یاد دارم 500 تومان دادم و بقیه هر کدام با توجه به وضع خود پولی دادند. عباس مسعودی نبود. بسپاه‌زاده کیف بغلیش رو از جیب بیرون آورد و سقط اسکناس 1000 تومانی تا نخورده روی میز گذاشت. آن شب 6000 تومان جمع شد. برای آن روزها و در آن شرایط پول کمی نبود. مرعشی گفت: روز بعد به بقیه همکاران از جمله عباس مسعودی خبر خواهد داد و پول بیشتری جمع خواهد کرد. بعد از آن مسئله رساندن پول مطرح شد. اسماعیل پوروالی داوطلب شد پول را به سیف آزاد برساند. منزل مدیر و دفتر روزنامه ایران باستان در آپارتمانی در خیابان وصال شیرازی نزدیک محل کار پوروالی بود. چون زمستان بود و هوا زود تاریک می شد، رئیس ختم جلسه را اعلام کرد و همگی از جهتی مغموم و ناراحت از وضع اسفناک یک همکار و از سوی خوشحال از اینکه توانستند خدمتی بکنند، انجمن را ترک کردیم و رفت. صبح روز بعد به مناسبتی ما روزنامه‌نویس‌ها دور هم
جمع شده بودیم. قبل از آنکه جلسه رسمی شود صحبت ما همش درباره سیف آزاد و زندگانی سخت او دور می‌زد. وقتی پوروالی وارد شد همگی به سوی او هجوم بردیم. اسماعیل پوروالی از جمله کسانی بود که هرگز خنده از لبانش دور نمی‌شد. همیشه سخنانش را یک درمیان با خنده بیان می‌کرد. آن روز وقتی ما را آنقدر مشتاق دید ماجرا را با خنده مخصوص خود چنین شرح داد: دیشب که از شما جدا شدم اول سری به دفتر روزنامه زدم، آنگاه با عجله خودم را به آپارتمان سیف آزاد رساندم. چند بار زنگ زدم، کسی در را باز نکرد. نگران شدم نکند دیر رسیده باشم و کار پیرمرد تمام شده باشد. یک بار دیگر زنگ در را به طور طولانی به صدا درآوردم. سرانجام در باز شد. یک دختر جوان آلمانی در را باز کرد، از من خواست داخل شوم. وقتی وارد شدم دیدم 7-8 دختر و پسر جوان آلمانی و اتریشی دور میزی نشستند. سیف آزاد در وسط آنها نشسته بود. به جای لباس ملحفه‌ای به دور بدن خود پیچیده بود و دستمال بزرگی که دور سرش بسته بود به او بیشتر قیافه مهارجه‌های هندی را می‌داد تا یک روزنامه‌نویس ایرانی. در جلوی هر کدام یک لیوان بزرگ دسته‌دار و در وسط میز چند بطری شیشه‌ای بزرگ و مقداری نان و کالباس و خیارشور به چشم می‌خورد. سیف آزاد تا مرادی فریاد زد: همقطار، به محفل ما خوش آمدید. آنگاه به آلمانی به آنها چیزی گفت. همه از شادی فریاد کشیدند. دختری که در را باز کرده بود یک صندلی هم برای من گذاشت. آنگاه همگی در حالی که از دو طرف در دست یک دیگر داشتند و سر و شانه خود را به چپ و راست حرکت می دادند شروع به خواندن سرودهای آلمانی کردند. در میان صداهای آهنگدار و لطیف جوانان آلمانی صدای دورگه و خارج از آهنگ سیف آزاد کاملا مشخص بود. او آنقدر بلند می‌خواند که همه صداها را تحت شعاع قرار می‌داد. ساعتی در میان آن جمع شاد ولی بی‌خبر ماندم، ولی چون در چاپخانه کار داشتم با اصرار از خانه بیرون آمدم، آن هم در حالی که به زندگی پیرمرد که با شور و هیجان خاصی سرود می‌خواند و سر و شانه‌اش را تندتر از و بیشتر از دیگران به این طرف و آن طرف حرکت می‌داد حسرت می‌خوردم. در آنجا یکی از آنها به من گفت: جوانان آلمانی که در ایران درس می‌خوانند و آنهایی که برای سفر و جهانگردی از ایران عبور می‌کنند همگی با علاقه به دیدار پیرمرد می‌آیند. نسل جوان آلمان هرگز فراموش نخواهد کرد که 70 سال قبل با به خطر انداختن جان خود زندگی عده‌ای از هموطنانش را نجات داد. دولت‌ها می‌توانند حسابگر باشند، ولی خوشبختانه مردم عادی به ویژه جوان‌ها هرگز آن احساس گرانبهایی را که عاطفه نام دارد از یاد نمی‌برند و فراموش نمی‌کنند که در زندگی چیزهایی هم به نام انسانیت، محبت و حق‌شناسی وجود دارد. پیرمرد بعد از آن شب زیاد زنده نماند. چندی بعد از ضعف پیری، شاید هم از سوء تغذیه یا گرسنگی درگذشت، ولی تا آخر شور زندگی در وجودش زبانه می کشید. همیشه از انتشار مجدد ایران باستان در سال آینده و از کتابهای تازهش در ماهای آینده صحبت می کرد. او عاشق زندگی و عاشق ایران بود. به سربلندی و عظمت گذشته و حال ایران ایمان داشت. با وجود تحصیلات کمی که کرده بود ولی باهوش و پشتکار، توانسته بود خودش را از کاروانسراداری به روزنامه نویسی برساند و در حرفه‌ای که به گفته بسیاری از آگاهان یکی از دشوارترین مشاغل جهان است، برای دوره‌ای نه چندان کوتاه به اوج موفقیت برسد. او از دوره اول روزنامه نگاری خودش با پدرم غلام حسین بهزادی دوستی داشت و بعد که در سر پیری یکدیگر را یافته بودند گاهی به دفتر مجله سپید و سیاه می آمد تا او را ببیند. من کتابخانه مجله را به پدرم اختصاص داده بودم که در دوران بازنشستگی به آنجا می آمد و اغلب از همسن و سالهایش که برای دیدن او می آمدند پذیرایی می کرد. یکی از آنها همین سیف آزاد بود. گاهی که برای دیدن پدر به سوی کتابخانه که در قسمت دیگر ساختمان سپید و سیاه قرار داشت می رفتم، چند قدم مانده صدای قهقهه پیرمرد به گوش می‌رسید. پدرم اهل شادی و خندیدن نبود، ولی سیف آزاد همیشه از ته دل می‌خندید. اما اکنون
کتابی در برابر دیدگان من است که در صفحه اول آن خط و امضای سیف آزاد به چشم می‌خورد. او این کتاب را به دوست ارجمندش آقای سرهنگ غلام حسین بهزادی نیاز کرد. آخرین کتابش را در سال 1350 در 89 سالگی منتشر کرد. در خاتمت کتاب چنین نوشت: از خوانندگان این کتاب می‌خواهم در اوقات مطالعه این کتاب برای این ذره بی‌مقدار طلب مغفرت بنمایم. در روزهای آخر ذره ذره از جسمش کاسته می‌شد، اما روحیش همچنان قوی و وجودش هم باشد امید.